سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان، خیلی خوش اومدین. یک جلسه دیگه در خدمت شما هستیم. تصویر اومد؟ خیلی خوش اومدین عزیزان. من آیلا احسام هستم، مؤسس یکی از مؤسسین مجموعه آموزشی گنجینه کیهانی عرفان حلقه. ما یک سری لایو رو در از ماه نوامبر، از مهر ماه شروع کردیم با چند تا از مربیان دیگه مجموعه و یه سری صحبت ها داشتیم در کانال یوتیوب آقای ولیپور که اونجا در مورد مسائل و تهمت هایی که به ما زده شده بود از طرف آقای طاهری، از طرف استاد طاهری صحبت کردیم و از خودمون دفاع کردیم و مدارک خواستیم و مدارکی برای تهمتهایی که به ما زده بودن ارائه ندادن. اینکه دوستان میان سوال میپرسن در مورد اینجور مسائل، شما رو دعوت میکنم برید لایوهای قبلی توی کانال یوتیوب ایشون ببینید. این جلسه دوستان عزیزمون آقای شهاب مهنامی و آقای سید مهدی جعفری حضور ندارن. آقای شهاب مهنامی که به شدت مشغول امتحانهای فوق لیسانسشون هستن، آقای سید مهدی جعفری هم نتونستن این جلسه تشریف بیارن. همینجا سلام دارم به همشون و به شما هم خوش آمد میگم. ممنون بابت استقبالتون، ممنون که محقق هستید و لایو های ما رو دارید دنبال میکنید. من اینجا تو این نشست دو نفره در مورد یک سری مسائل میخوایم صحبت بکنیم. موضوع این هفته ما بررسی مباحثی مثل ذهن جمعی، روح جمعی، حفاظت، ارتباط های عام و خاص و موضوع کلاس بی کلاسی. اما قبلش لازمه من چند نکته رو به شما بگم که توجه بفرمایید. در مورد این مسئله فیک بودن آقای طاهری که ما از اول توی لایو با مشخص کردیم، ما معتقد نیستیم که ایشون فیک هستن. ما استاد رو واقعی میدونیم، این موضع ماست. در مورد اینکه ما شاگرد این مکتب هستیم، هیچ ادعایی در مورد جانشینی یا اضافه کردن چیزی به مطالب نداریم. نمیخوایم هیچ شاخه جدیدی اضافه بکنیم، نمیخوایم چیزی کم بکنیم. همونطور که توی این 8-9 سالی که ایشون زندان بودن ما با امانتداری کامل درس دادیم و همیشه هم به شاگردامون گفتیم که این مکتب نیازی نداره که یک چیزی به درس ها اضافه بشه و اگر که چیزی اضافه کنید، یعنی میگید که این مکتب به اندازه کافی کامل نبود. ما دنبال منافع شخصی نیستیم. صندلی آقای طاهری برای خودشه و جایگاهش مختص خودشونه. اگر که کسی بخواد روزی این جایگاه رو بگیره، ما خودمون اعتراض میکنیم. ما از آقای طاهری میخواییم که مجموعه رو بعد از 4 سال درست مدیریت بکنن و به سوالات جواب بدن و نذارن پتانسیل مجموعه حروم بشه. یکی از مسائل نقدهایی که به ایشون مربوطه حروم شدن پتانسیل مجموعه است که به شدت داره حروم میشه و یه سری دوستان میان با ذوق و شوق تمام دوره ها میگذروندن، بعد میخوان یه سری فعالیت انجام بدن، دل سرد میشن. چقدر مربی قدیمی بودن تو این چند سال بعد از آزادی استاد طاهری ول کردن رفتن. دلیلش هم عدم مدیریت درسته ایشون و وجود باندبازی توی مجموعه است به خاطر آدم هایی که دور و بر ایشون رو گرفتن که توی لایوهای قبلی مفصل در موردش صحبت کرد. ما اینجا سنگ خودمون رو به سینه نمیزنیم. اگر که فکر میکنین این لایوها برای اینه که ما بتونیم کلاسامون رو ادامه بدیم، دوستان ما کلاسامون رو داریم، کلاسامون سر جایش خودش هست، ما شاگردای خودمون رو داریم. ما اگر به فکر منافعمون بودیم و میخواستیم که کلاسامون رو راحت برگزار کنیم با موضوع مانیفست، اصلا مخالفتی نمی کردیم. مانیفست رو مثل خیلی از دوستان دیگه قبول می کردیم و
به همین ترتیب میرفتیم جلو. اگر این که میبینید برای مسئله مانیفست و یه سری مسائل ما نقد کردیم که به اینجا رسیده کار، همش به خاطر آگاهی هسته. شما هم لطفا چند هفته صبر کنید، حرفای ما رو بشنوید، بعد خودتون قضاوت کنید. من مایک رو میدم به کیوان تا سلام علیکی بکنه. سلام، عرض ادب خدمت همه دوستان و عزیزان. خیلی خوش اومدید، خیلی ممنون از این که وقت میذارید، توجه میکنید، لطف میکنید و در واقع این تایم رو، چون دیگه ارزشمندترین چیزی که ما در اختیار داریم این روزها زمان هست و این زمان رو به ما اختصاص میدید. خب شما بایستی متوجه شده باشید که اول اینکه خب تشکر میکنم، خیلی ممنونم. ثانیاً اینکه حتما متوجه شدید که اونچه که ما براش داریم حرف میزنیم و میریم و میاییم و لایو برگزار میکنیم، نشست میذاریم با دوستان دیگه، آقای ولیپور، آقای مهنامی، آقای جعفری، دوستان دیگه، مهمانهای دیگه تشریف میارن و ما در واقع میپردازیم به نکاتی در حقیقت نشستایی که برگزار میکنیم، به این معناست که ما دغدغه‌مون یک چیز، یک موضوع شخصی نیست. یعنی ما نمیخوایم به موضوعات خودمون بپردازیم. اینکه چرا ما اخراج شدیم، اینکه چرا مجموعه به ما این در واقع آقای طاهری یک چنین روی کرده سرکوب و روی کرده تهاجم و تخاصم رو در بر علیه ما برگزیدن، اصلا منظور نظر ما نیستش. این رو دیگران میتونن ببینن و خب یا نبینن، یا به هر حال موضوع ما اصلا اینا نیست. موضوع ما در حقیقت آموزه هایی هست که همه ما برای به دست آوردن و برای درک اونها سالیان سال تلاش کردیم. من منظورم دوستانی هستش که در طول این سالها و در طول این دو دهه در کنار این آموزه ها بودند، چه در زمانی که آقای طاهری تشریف نداشتند، چه موقعی که ایشون در حبس بودند، فرق نمی کنه. به هر حال اینها دغدغه این آموزه ها رو داشتند، از جمله خود ما. بنابراین اون چیزی که اهمیت داره اینه که ما بتونیم این آگاهی رو به نسل بعدی برسونیم. یعنی تمام نقطه نظر ما و تمام حرف ما اصلا این نیست که بیاید حرف ما رو، آقا بیاید به ما بپیوندید. اصلا موضوع این نیست. اصلا حرف ما این نیست که بخوایم جایگاه آقای طاهری رو بگیریم ازش. نه، صندلی آقای طاهری مال خودشه، بنیانگذار این مجموعه است و همه ما سر این موضوع به این توافق رسیدیم و پذیرفتیم و اصلا روی این موضوع هیچ حرفی نداریم. اگر صحبت بر سر این هست که تقابل اندیشه، در واقع تقابل دو اندیشه، به عبارتی اندیشه آقای طاهری دهه 80، یعنی هر آنچه که در دهه 80 گفته شده، و اندیشه‌ای که بعد از دوران آزادی شما شاهد اون هستی، در واقع این دو اندیشه، هر دو اندیشه های همین ساختار و همین آزمون هست. اما در این رویکرد ما مشکلات زیادی داریم، ما در واقع یک فرمول ریاضی خطیه رو حل نمی کنیم. کاری که ما انجام میدیم کار ساده ای نیست. در واقع ما داریم دو به عبارتی اصول، دو پارادایم، دو ساختار رو با هم بررسی میکنیم. یعنی وقتی میگیم آموزه های دهه 80، ما داریم راجع به یک چیزی حرف میزنیم. وقتی میگیم آموزه های آکادمی، داریم راجع به یک موضوع دیگه حرف میزنیم. اینها دو، شاید بگیم مثلا دو لایف استایل متفاوت هستن، دو زیست جهان متفاوت هستن، دو پارادایم متفاوت هستن. حالا اینو شما
در واقع به هر حال در جریانش هستی، در طول این لایف ها، در طول این نشست ها راجع به اینا صحبت شده، اما میخوایم ما بیشتر از اینها صحبت کنیم و از اون چه که عنوان خواهیم کرد و اون چه که خدمتتون عرض خواهیم کرد حرف ما نیست. من به عنوان شاگرد این مجموعه هستم و خب هیچ وقت نمیخوام در ساختار مجموعه عرفان حلقه از خودم چیزی بگم. اگر حرفی از خودم داشته باشم خب موظفم که برم بیرون این چارچوب بیستم و این در واقع شرط نزاکت و شرط رهرویه. اگر من قرار باشه حرفی رو اضافه کنم و اگر قرار باشه نقطه نظری رو ارائه کنم، حتی توی کلاس ها دوستان خیلی مواقع سوال هایی میپرسن که واقعا جوابی برای اون در عرفان و در آموزه های عرفان حلقه وجود نداره و من این رو به اونها میگم که ما اینجا هیچ پاسخی نداریم برای این موضوع و بعد میگن خب اگر جای دیگه پاسخ دیگه، اون وقت من میگم که از من نخواهید که تو کلاس سر کلاس، چون سر کلاس ما موظفیم در یک چارچوب مشخص، در یک ساختار مشخص پیش بریم. این حرف رو من که به عنوان یک شاگرد اخراجی این مجموعه هستم میگم. شما که هنوز اخراجی نشدید، شما که هنوز بخشی از این ساختار هستید، شما باید حتما این رو رعایت کنید. این به عنوان یک امانت هست و همه ما باید نسبت به حفظ این امانت کوشا باشیم. تمام حرف ما این هست که خود آقای طاهری در مقابل این امانت، در واقع در مقابل این نگهداری این امانت کوتاهی کردن و ما فکر میکردیم که خودشون پاسدار این امانت هستن، در صورتی که جلوتر از همه شروع کردن به نقض امانت داری و من امروز برای شما اسنادی رو نشون خواهم داد و براتون در واقع مطالبی رو ارائه خواهم کرد از مطالبی که خود آقای طاهری عنوان کردن. شما این فایل ها و این اسناد رو ممکنه دیده باشید، قبلا اینها رو شنیده باشید بدون شک، اما توجه بسیار ظریف به کلمات و نکات و واژه ها و در واقع چون نوع گفتار آقای طاهری نوع گفتار خاصی هست و خب دقت زیادی میخواد، چندین بار باید این فایل ها گوش داده بشه. من از بین این فایل ها یه تعداد رو گلچین کردم و دستچین کردم تا بهتون نشون بدم. اما اون چیزی که عرض میکردم خدمت شما این هست که ما وقتی با یک پارادایم روبرو هستیم، در واقع با یک سری از مفروضات سر و کله میزنیم، یعنی مورد بحث ما مجموعه است از اصول و مفروضاتی که ما سر پذیرفتن اونها به توافق رسیدیم. ما همه پذیرفتیم یک سری اصول رو و خب شما میدونید که اگر احتمالاً اینطوریه که اگر 10 تا معرفت پژوه رو بذارید و ازش در مورد شبکه شعور کیهانی بپرسید، 3 تا یا 2 تا حتی تعریف یکسان از بین این 10 نفر دریافت نخواهید کرد و دلیلش خب خیلی مشخصه، برای اینکه زمان کافی برای ارائه این مسائل نبوده. حالا به گفته خود آقای طاهری و مدت زمان چندانی از عمر عرفان حلقه نمیگذره، بنابراین اضافه کردن مطالب و مفاهیمی همچون مثلا ذهن جمعی که حالا در اون دوران یه اشاراتی شده، حالا ما بیایم مثلا یه سری چیزایی رو الان اضافه کنیم و در صورتی که با تمام اون چیزی که قبلا راجبش حرف زدیم منافات داره، اصلا درست نیست و این نقض 100% موضوع در واقع موحد بودن هست و ما موحد بودن رو به عنوان یک سرمشق پذیرفتیم. همه ما سر این موضوع که در حقیقت به یک نکته، به یک سری مسائل مشخص به عنوان اشتراکات
فکری به عنوان در واقع نکات مشترک فکری بهشون برسیم و در حقیقت اونها رو بپذیریم، توافق کردیم. این که بیایم یه چیزای جدیدی رو، حالا دوباره یه سری مسائل جدید رو عنوان کنیم، یه راهکارهای جدیدی بدیم، یه سری چیزای جدید، این در واقع چیزی به جز نتیجه به جز گمراه کردن نداره به هیچ عنوان. خب من خیلی حرف دارم، امیدوارم که فرصت بشه امشب ما همه این صحبت ها رو بکنیم، ولی مطمئن باشید که نشست ما بیشتر از 2 ساعت نخواهد شد. من مایکو میدم به آیلا، اگر مطلبی چیزی هست بفرمایید تا من در ادامه در خدمتون هستم. بسیار خوب. بعد داشتم در مورد این مسئله میگفتم، یه موضوع دیگه هم این که ما برامون خیلی راحت تر بود که با هم دیگه توی یک تصویر یه جا بشینیم و با یه گوشی مستقیم وصلیم به یوتیوب و دیگه نیاز نباشه که پرمیوم بکنیم، گوگل میتمونو و هم زینه اونو بدیم، هم که اینجوری مدیریت کردن 2 نفر سخت‌تره، ولی به علت رفتارای این مدلی که قبلا تو مجموعه ارائه شده با چند نفر از دوستان صحبت کردیم، هیچ کدوم گفتن که خواهشان کنار همدیگه نشینید، برای ما چیز جالبی نیست، ما خاطر خوشایندی نداریم، برای همین ما اینجوری تصمیم گرفتیم که هندل بکنیم لایو. و یه موضوع دیگه هم که نیاز بود به پاسخ بدیم این که دوستان میگن که شما چرا از اول لایو هاتون رو توی کانال یوتیوب خودتون برگزار نکردین که حالا بگین نصفش جایی دیگه از توضیحات ما رو ارجاع بدین به کانال یوتیوب آقای ولیپور. عرضم خدمت شما این که دوستان ما اصلا تصمیم نداشتیم که توی یوتیوب خودمون بخوایم بر لایوی اجرا کنیم. ما این کانال یوتیوب رو 4 سال پیش راه انداختیم، همه فایلای صوتی تصویری نسخه‌های مختلف توش هست و برای خودش گونده و کارهای خودش رو داشت. این که ما توی لایو یوتیوب شرکت بکنیم، اصلا آقای شهاب مهنامی به ما پیام دادن بعد از ماجرایی که آقای طاهر ستا اخراجی صادر کردن و بعد ما اومدیم لایو ایشون شرکت کردیم و همین سه عزیز آقای ولیپور، آقای مهنامی و آقای سید مهدی جعفری بودن که به ما گفتن که لایواتون رو بیاین ببرین توی کانال یوتیوب خودتون و از کانال یوتیوب خودتون بهره برداری کنید. اینا بودن که ما رو هم حمایت کردن، هم که خب ما تو یوتیوب بلد نبودیم، برگزار نکرده بودیم. این که میگین چرا از اول اینجا نبوده، ما اصلا تصمیم نداشتیم تو لایو داشته باشیم، از اول برای همین اینجا نبودیم. این دوستان بودن که ما رو هدایت کردن به این سمت و کمک کردن که ما بیایم کانال یوتیوب خودمون رو راه اندازی که نگنی لایو رو توش بذاریم و حمایت شما، واقعا از حمایتی که میکنید ممنون هستم، خصوصا مربیان عزیز که خیلی به ما لطف داشتن. و یکی از صحبتایی که خیلی گفتن عنوان کنید اینه که میگن تو این 8 سالی که ایشون نبوده ما هیچ ارتش سایبری بالا سرمون نبوده، هیچ کس به ما نگفت کانالا رو ببند، هیچ کس به ما نگفت این پیج رو ببند. چطور توی 8 سالی که ایشون نبود معاندین همیشه شکست خوردن، با اینکه بنیانگذار مجموعه بالا سرش نبود، ما با بهداشت معنوی ها درگیر بودیم و خیلی سمپاشی ها میشد. شما نمیدونین احتمالا خیلیاتون یه روز تلویزیون شبکه 3 یه برنامه میذاش سراسر دروغ در مورد عرفان حلقه و اون موقع استاد نبودن، خیلی کنترلش برای ما سخت بود. یهو زلزله را میافتاد تو مجموعه من، یا روزی که آقای طاهری اعترافات آقای طاهری اعتراف اجباریشون از تلویزیون پخش شد، واقعا خیلی روز برای ما روز آسونی نبود، اون روزا رو روزای سختی بود، ولی به هر حال ما گذروندیم و مجموعه رو به سلامت دست ایشون دادیم. مربی قدیمی دهه 80 میگن که اگر اینجوری بشینید فکر کنید میبینید که
کاری که معاندین نتونستن توی در نبود استاد در 8 سال تا 10 سال انجام بدن، بستن میکده ها، کانال ها، گروه ها بعد از آزادی استاد طاهری توسط خانم بهارک و الی آخر انجام شده. دلیل اینکه چرا اینها اینقدر اصرار دارن که هیچ کس تو مجموعه پیج نداشته باشه، و ببینید تمام مکاتب فن پیج دارن، اینکه چرا ایشون میخواد صدای همه نرسه. ما در چند روز گذشته پیج اینستاگرام چلکاییمون رو از دست دادیم که برادران سپاهی عازمی خواه برای ما در این باره پست گذاشته بودن. حالا من با شما در اواخر لایف شیر میکنم، شما ببینید که پیج گنجینه به چه دلیل بسته شده. به دلیل سه تا پست بسته شده، این سه تاشم یکیش من خودمم عکس و فیلممه با اسمم، یکیش کیوانه و یکیش ما چهار تا هستیم. شما میدونید که توی اعتراضات سراسری هم پیجای حکومت با افرادی که توی اینستاگرام داره همیشه پیجای اعتراضات رو میبست. دوستان باز ما داریم میگیم اینها خود نمیگم اصلا، اینها خود سپاه هستن، خود عوامل هستن و برای ما ریپورت فیک رد کردن. روی تصویر خودم برای خودم رد کردم، مدارکش رو نشون میدم و اینستاگرام پیج ما رو بسته تا ببینیم چی میشه. ولی خب به هر حال ما فکر این روزا رو کرده بودیم. ما 4-5 تا پیج اینستاگرام داریم که به حالت آرشیف هست و باز میکنیم هر وقت میخواییم توش صحبتمون رو میزنیم یا تبلیغاتی بخواییم انجام میدیم و میبندیم دوباره میاریم پایین. ما در نبود استاد در 8 سال کم دست و پنجه نرم نکردیم با این بهداشت معنوی ها که حالا هم اینا همینان. ببینین ما یه مجموعه گروه فرق و ادیان بود روی مبارزه با عرفان حلقه داشتیم به اسم بهداشت معنوی. از موقعی که استاد آزاد شدن از چند ماه بعد اینا جمع کردن رفتن، گویی که هیچ فرقه دیگه تو ایران به جز این فرقه وجود نداشته، ولی فقط برای عرفان حلقه این درست شده بود. و چرا فکر میکنین دستن رفتن؟ چون اینها همین امثال این برادران و خانم بهارک و اینا دیگه خودشون مستقیم وارد کار شده بودن، نیازی به این مسئله نبود. و اینکه یک پیجی رو که معرف هوشمندی هست و توی پستاش در دفاع از ایشون و لغو حکم اعدام ایشونه چرا به ضرر اینهاست؟ من از شما میخوام، خواهش میکنم به این مسئله یه مقدار فکر کنین. دوستان مربیتون که اعتماد کردن پیام دادن گفتن که چرا نمیخواین بیدار بشین، چرا توی لایو اینا رو تایید میکنین؟ شما فکر میکنین که این استاد همون استاد دهی هشته، ولی از این موضوع نیست که مقدار محقق باشید. ما میریم سر مسئله که میخواییم در مورد ذهن اشتراکی و مسئله کلاس بی کلاسی صحبت بکنیم که خیلی مهمه. من سوال اولم از کیوان اینه که لطفاً به ما توضیح بده که حلقه یعنی چی. ما یه جوری میخواییم پیش بریم، درسته که بیشتر مربیا هستن مخاطب ما، ولی میخواییم یه جوری پیش بریم که تمام افراد مجموعه بتونن استفاده کنن. تعریف حلقه رو لطفا بفرمایید شما. خب خیلی ممنون از توضیحاتتون. همطور که آیلا جان گفته، ما میخواییم یه توضیحات در واقع توضیحات از پایه بدیم. مطالبی هم که من اینجا خدمتون عرض میکنم مطالب من نیست، در واقع اینا تعاریف من نیست، اینا تعاریفیه که در حدود یک دهه و نیمه قبل ما راجبش صحبت کردیم و این تعاریف رو آقای طاهری، استاد طاهری ارائه دادن و من دارم اونها رو نقل قول میکنم. چیزی رو من از خودم اضافه نمیکنم. اگر شما جایی رو متوجه شدید که من از خودم چیزی اضافه کردم، خواهش میکنم این رو به من گوش زد کن و من رو اصلاح کنید. هیچ اشکالی نداره، من به هیچ عنوان ناراحت نمیشم. اصلا برای همین اینجا هستیم که موضوع رو روشن کنیم، یعنی در واقع میخواییم به اون مسئله در واقع اون چیزی که تحت عنوان مقام صدق بهش
حداقل باور داریم، حالا به اونجا که نرسیدیم هرگز، ولی که بهش باور داریم، به اون میخوایم برسیم. اگر اشتباهی هست اینو به من بگید که با هم اصلاحش کنیم. وقتی در مورد حلقه صحبت میکنیم، در واقع راجع به یک وضعیت کیفی حرف میزنیم. این یک وضعیت شماتیک هست. حلقه در واقع یک وضعیت انتزاعیه، هیچ ربطی به حلقه یا رینگی که ما میشناسیم نداره. اگرچه در واقع وقتی توضیح میدیم حلقه رو، متوجه میشیم که این وضعیت در صورتی شکل میگیره که سه عضو در واقع حضور پیدا کنن. یعنی وقتی دو عضو حاضر میشن، من، تو، عضو سوم هم حاضره که او هست، یا شعور کل یا هوشمندی الهی. خب من اینجا به عنوان متصل کننده، یعنی ما یک عامل متصل کننده داریم، یک تو داریم، عامل متصل شونده، و یک شعور کل داریم. خب اینا همه ما میدونیم تا اینجا. اما من پیشاپیش میرم به استقبال مباحث و مبانی بعدی که میخوایم واردش بشیم. مثلا مبحث ذهن اشتراکی. وقتی میگیم ذهن اشتراکی، ما راجع به دو نوع ذهن اشتراکی، یعنی ذهن اشتراکی دو بخش میشه، یک ذهن اشتراکی خاص و یک ذهن اشتراکی عام. ذهن اشتراکی خاص چیه؟ ذهن اشتراکی که در حلقه جاریه. چطوریه؟ یعنی شما که گفتید حلقه من و تو او، یعنی متصل کننده، متصل شونده و هوشمندیه. بله، متصل کننده، متصل شونده و هوشمندی. اما اینجا در واقع وقتی که من به عنوان متصل کننده وارد میشم، شما رو از طریق ذهن اشتراکی به اون شعور کیهانی یا به اون هوشمندی الهی متصل میکنم، چون همه اینا زیر مجموعه اون هوشمندی الهی هست. پس وقتی که ما میگیم ذهن اشتراکی، یعنی داریم راجع به حلقه صحبت میکنیم، راجع به اون چه که در یک حلقه باعث میشه که این اتصال برقرار بشه، یعنی این کلید اتصال رو، این به عبارتی میشه گفت اون ذهن اشتراکی خاص میزنه. یا اینطوری من به شما بگم که همون مثالی که آقای طاهری میزنه، یعنی اگه شما در نظر بگیرید یک شبکه اینترنت جهانی رو به عنوان یک ذهن اشتراکی در نظر بگیریم، این شبکه اینترنت جهانی یک سری در واقع یک شبکه داره که در اون شبکه حلقه های مختلفی وجود داره که این میشه ذهن اشتراکی خاص. یک ذهن اشتراکی عام هم هست که ذهن اشتراکی عام در واقع دسترسی ما به کل در واقع اون اطلاعات و کل مطالب در واقع بارگذاری شده رو فراهم میکنه. به عبارتی بفرمایید. در مورد ذهن اشتراکی بی زحمت که مقدار ساده تر توضیح بدیم که بهشونم بگیم ذهن اشتراکی فقط همون مسئله که در درمان اون نیست. بله ببینید، بعد سوال بعدی رو من در مورد ارتباط ویژه عام و خاص مطرح میکنم. بسیار یه مقدار ساده تر میگن توضیح بدیم. بسیار ببینید، مکانیزم برقراری حلقه از طریق ذهن اشتراکی. ما در مورد چی حرف میزنیم؟ در مورد حلقه. ما دو جور حلقه داریم، حلقه خاص، حلقه های خاص و حلقه های عام. حلقه های خاص چه حلقه هایی هستن؟ حلقه هایی که ما در واقع برای خودمون اعلام میکنیم و مربوط به ما میشن و بحث در حقیقت به عبارتی اون شناخت تخصصی و شناخت خاص خودمون هست. یعنی مثلا به عنوان مثال حلقه‌ای مثل انفازی کیهانی، مثلا اسکن دوگانگی، مثل فرض بفرمایید که تسکیه تششعاتی، مثل تششع دفاعی، اینا میشن حلقه های خاص. حلقه های خاص از طریق ذهن اشتراکی خاص
برقرار میشه اتصالشون. یعنی کسی که متصل کننده است، شخص متصل کننده، این کار اتصال رو از طریق ذهن اشتراکی خاص انجام میده. حالا ذهن اشتراکی خاص نسبت به ذهن اشتراکی عام چه تفاوت‌هایی داره؟ ذهن اشتراکی، برای ورود به ذهن اشتراکی خاص ما نیاز داریم وارد یک بحث جدید بشیم. چه بحثی؟ بحث بارکد وجودی. دوستان گذروندن مباحث سایمنتولوژی و فراپزشکی و اینا رو میدونن بارکد وجودی چیه. ما دستمون رو تو که تو هوا تکون میدیم، یک فرکانسی داره، یک شعوری داره، در واقع یک تار موی ما، یک اثر انگشت یه جا میذاریم، یک تون صدای ما، این یک بارکد وجودی داره، در واقع بارکد وجودی ما رو داره. یعنی وقتی که من میگم من در کل هستی، اون شعور و اون هوشمندی الهی میدونه از طریق اون اثری که از من به جا مونده، میدونه منظورش کیه، منو از طریق بارکد وجودی میشناسه. حالا اینجا تو پرانتز بگم که در عرفان قدرت از همین بارکد وجودی استفاده میکنن. مثلا موی طرفو میگیرن میبندن، ناخونشو میگیرن میبندن، یا پوستشو مثلا یه بخشی از چیزشو میگیرن میبندن، یا لباسشو مثلا. خب پس کائنات و اون ذهن اشتراکی کل، در واقع اون ذهن اشتراکی کل و اون هوشمندی، چون ذهن اشتراکی کل وقتی میگیم یا ذهن اشتراکی عام، زیر مجموعه هوشمندی هست، اون منو با اون بارکد وجودی میشناسه. خب شما برای اینکه حلقه ای رو دریافت کنید، موقعی که میخواید حلقه ای رو دریافت کنید از مربیتون، چی کار میکنید؟ یه سوگندنامه امضا میکنید. مربی شما، یا اینکه سوگندنامه هم اگر امضا نمیکنید، از طریق حرف زدن، از طریق اسم شما رو میدونه، یا میدونه شما کی هستید. خب صدای شما رو میشنوه. این یعنی بارکد وجودی شما رو اعلام میکنه به اون در واقع سیستم، و از طریق ذهن اشتراکی خاص شما وارد اون حلقه میشید و اون حلقه به شما تفویض میشه. پس خواهش میکنم اگر هر جاش رو، آلیا جان لطفا چک کن ببین هر جاش رو دوستان متوجه نشدن، من دوباره تکرار میکنم، به یه شکل دیگه میگم. پس توجه کنید، ما برای اینکه حلقه بهمون تفویض بشه، یا اینکه خودمون حلقه ای رو تفویض کنیم، نیازمند ذهن اشتراکی خاص هستیم. چون مکانیزم حلقه ها بر اساس ذهن اشتراکی خاص کار میکنه. و این خب سیستمش هم که گفتم، صدا رو شما میدونید چیه، یه اثر انگشت میذارید، یه امضا میکنید، اسمتون، هر چیزی، یک اثری از شما اگر ثبت بشه، اون شما رو در واقع میشناسه. یعنی اون سیستم و این ساختار شما رو بر اساس اون اثری که ایجاد میکنید، بارکد وجودیتون اونجا ثبت شده، بر اساس اون بارکد وجودی شما رو وصل میکنه و میدونه که موضوع چیه. از بین مثلا چند میلیارد آدم میدونه که موضوع در واقع چی است. این میشه ذهن اشتراکی خاص. روشنه؟ حالا ذهن اشتراکی عام، ذهن اشتراکی عام رو ببینید چجوری ما باش کار میکنیم. دهه های گذشته حلقه ای بوده به اسم ارتباط ویژه. ببینید یک سری توضیحات و یک سری تعاریف از ارتباط خاص و عام داده شده که اینا در واقع، حالا من نمیخوام وارد حواشی و اینا بشم، ولی خب اینا نشان از عدم مطالعه و بیسوادی دوستانه. درست اونجایی که به ما گفتن بی سواد، به 5 ثانیه نرسیده اومدن ذهن، اومدن این اتصال عام و خاص تعریف کردن، همه را اشتباه گفتن. تو اینجوری آزمون بان کار میکنه. حالا کاری نداریم با این موضوع. ببینید 2 دهه قبل ارتباطی بوده به اسم ارتباط ویژه، هنوز عام نشده، هنوز این ارتباط ویژه، اجازه میدید الان الان همه رو رفرنس میذارم براتون، همه رو الان براتون رفرنس میذارم.
دو دهه قبل حلقه ای بوده به اسم ارتباط ویژه. این حلقه ارتباط ویژه، خب ما چیز ویژه که نداشتیم، خب چیز ویژه که نداشتیم، اینی که شما میدونید آیتاری هم صحبت کرد راجع به که ما چیز ویژه، نه زمان ویژه داریم، نه شب ویژه داریم، نه نمیدونم فلان، هیچ چیز ویژه نداریم. اگر مثلا میگیم فلان شب، اگر میگیم فلان جا، اگر میگیم فلان مکان، فلان زمان، این قراردادیه که خودمون مشخص کردیم، قراردادای خود ماست. خب این ارتباط اوائل به صورت ویژه بوده، حالا اسمش هم بوده ارتباط ویژه. یعنی چی؟ یعنی در یک روزهایی، در یک شرایطی، در یک مثلا شبای تعطیل، یه ساعتی مشخصی میگفتن مثلا امشب شما میتونید ارتباط ویژه رو برقرار کنید. خب بعد اعلام کردن، گفتن آقا این ارتباط دیگه میشه ارتباط عام. یعنی چی ارتباط عام؟ یعنی اینکه دیگه براش نیاز به هیچ ساعتی نیست، شما نیاز به هیچ ساعتی ندارید. تا قبل از این یه مال یک شبای خاصی بوده برای اینکه یه آمادگیای اتفاق بیفته، بعد اون ارتباط ویژه میشه ارتباط عام. همین ارتباط عامی که در واقع شما میشناسید، همین ارتباط ویژه‌ای که میشناسید، این به این صورته. یعنی چی؟ چه اتفاقی میفته؟ آقا توی این ارتباط عام یا همون ارتباط ویژه سابق، ارتباط عام یا ارتباط ویژه سابق، چه اتفاقی میفته؟ میشه بگید چه اتفاقی میفته؟ خیلی خوب، ببینید یه سری اطلاعات وجود داره که اینا اطلاعات کلی هستند. ببینید این نکته خیلی مهمه ها، این که میخوام بگم بخش مهم ماجرا است. اینا اطلاعات کلی هستن. یعنی چی اطلاعات کلی؟ یعنی اینکه یه سری از موارد، یه سری از مسائل هستن که تخصصی نیستن. مثلا در مورد، فرض بفرمایید، در مورد تششع دفاعی، تششع دفاعی یک ارتباط خاصه، اطلاعاتش هم خاصه. تسکیه تششعی ارتباط خاصه و اینا ارتباط خاص هستن. تششع دفاعی کی میشه عام؟ زمانی که در روح جمعی اعلام میشه، اونجا میشه عام. خب چه اتفاقی میفته وقتی در روح جمعی اعلام میشه تششع دفاعی؟ وقتی تششع دفاعی در روح جمعی اعلام میشه که به این معنا نیستش که برای همه تششع دفاعی کار میشه. این به این معنا نیستش که کسی که میره، ما وقتی اعلام میکنیم مثلا، این البته اینو شما میدونید که تششع دفاعی در روح جمعی در واقع کل هست، روح جمعی کل، و در حقیقت بدون لول. خب این به چه معناست؟ این به این معناست که ما داریم مفهوم دفاعی، مفهوم درک تششع دفاعی، یعنی به صورت کلی، کل در واقع روح جمعی کل، اطلاعات مربوطه به تششع دفاعی رو منعکس میکنه. این به این معنا نیستش که دیگه افراد بی نیاز میشن از اعلام انفرادی. اینو داشته باشید خواهش میکنم. یعنی وقتی یک حلقه ای در روح جمعی اعلام میشه، یک حلقه ای به صورت عام اعلام میشه، به این معنا نیست که دیگه همه بی نیاز میشن از اعلام انفرادی. در انفرادی یک اتفاقی میفته، در عام در واقع یک اتفاق دیگه میفته. فرادرمانی هم همینطور. فرادرمانی در روح جمعی به این معنا نیستش که شما وقتی اعلام میکنید فرادرمانی رو، وقتی فرادرمانی رو اعلام میکنید، فرض بفرمایید که دیگه هیچ کسی نیاز نداره تو فرادرمانی انفرادی بشینه. خب ما مثلا در روح جمعی، فرض بفرمایید در روح جمعی فرادرمانی رو اعلام کنیم، دیگه نیاز نیست به صورت انفرادی کار کنیم. اینطوری نیستش. شما وقتی در روح جمعی اعلام میکنید فرادرمانی رو،
یعنی یک دعای جمعی سلامتی دارید میکنید، یعنی دارید اطلاعات و مفهوم فرادرمانی رو در روح جمعی اعلام میکنید که روح جمعی با مفهوم فرادرمانی آشنا بشه. چجوری اینو مثال میشه زد؟ توجه کنید، مثلا شما وقتی صحبت از نظافت میکنید، وقتی صحبت از پاکیزگی میکنید، پاکیزگی در شهر یک معنا داره، پاکیزگی اتاق خوابتون یه معنای دیگه داره، پاکیزگی حیاتتون، نظافت حیاتتون یه معنی داره، نظافت شخصیتون یه معنای دیگه ای داره. وقتی شما مثلا صحبت از تششع دفاعی در روح جمعی میکنید، این تششع دفاعی در روح جمعی یک معنی دیگه ای داره. وقتی شما از حلقه ها، اعلام حلقه ها در روح جمعی میکنید، این به معنای، این در واقع یک مفهوم دیگری داره. یعنی نه اینکه این مفهوم از اون مفهوم جداست، نه اینا جدا نیستن، اما در واقع لولشون و سطحشون فرق میکنه، اینا یکی نیستن. خب حالا موضوعی که بفرمایید، شما سوال داشتید بفرمایید، هند رایز کردید. سوال در مورد خواستم به این که ذهن اشتراکی آن نسبت به چه کسانی اعمال می شود؟ آها آها آها، خیلی خوب. ببینید ذهن اشتراکی عام ما کم بسته بود دوستان. سوالم این بود که ذهن اشتراکی عام نسبت به چه کسانی اعمال می شود؟ حالا شما نمیدونم میخواییم توضیح بدی یا رفرنس گوش بدن؟ نه من الان میگم، یه توضیح خیلی کوتاهی بدم راجع، بعد میریم با هم رفرنس گوش بدیم. در مورد ذهن اشتراکی عام، شما میدونید که زمانی که فرد دعوت رو شنیده باشه و بله رو گفته باشه، یعنی پذیرفته باشه، در اون صورت میتونه بیاد در اتصال قرار بگیره. یعنی در اون صورت بله رو، دعوت رو شنیده باشه و بله رو گفته باشه، در این صورت میتونه بیاد در اتصال قرار بگیره. این من دوست دارم که اگر دوستانی که اینجا حاضر هستن اگر متوجه نمیشن یا اگر چیزی دارن، مسئلهی دارن با این تعاریف، لطفاً این بغل بنویسن راجبش صحبت کنیم، چون این نکات خیلی مهمی هستن. بفرمایید. منتظر رفرنس هستم و اینکه حالا گفتن یه ذره دیگه میپرسی. خیلی خوب. آیا ذهن اشتراکی عام وقتی که ما نه صدا، نه تصویر، نه اثر انگوش یا چیز دیگه از کسی نداریم مال میشه یا نه، و مکانیزمش به چه صورته، و آیا باید در یک حیطه خاص باشن اینا یا نه؟ ضمن اینکه در مورد تفویض و قطع شدن لایه ها که قرار بود اونم توضیح بدین، یادآوری کردن در مورد اینکه میگن اینا حفاظشون از دست بسیار. بسیار خوب. ببینید همونطور که توضیح دادم در رابطه با اینو، من خواهش میکنم بریم از روی رفرنس یه بار بشنویم. میشه لطفا رفرنسش رو بذارید اگه دم دست دارید؟ ذهن اشتراکی آن که فرموده که دیگه نیاز به اون اسم یا صدای فرد هم نداره، نسبت به چه کسایی اعمال میشه؟ کل کسانی که در جهان هستی نیازمند هستن یا کسایی که در حیطه خاصی هستن؟ نسبت به کیا اعمال میشه؟ کل انسان ها میتونن ازش استفاده بکنن، فقط کافیه بخوام بیان داخلش. اگر آشنایی نداشته باشن اصلا با این قضیه چی؟ هر که داری هر دنیز فارغ از این ماجراست. نخواه اینجا که نیاز به اسم نیست، فرض کنید یه خواهیه نیاز به اسم نیست، نه با اصطلاح حلقه آشنا نی، ولی در درون خودش به دنبال این راه حل هست. ببینید درون خودش باید بره 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 تا منجر به یه اتصال بشه.
یه میلیون نفر اگر یه نفر بشه. من متوجه نمیشم. نشد نیست تو بحث نشد نیست. اما میشه اون اتصال انفرادی و باید بره 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 برسه. ذهن اشتراکی عام شامل کسانی که با حلقه آشنا تو هر جای این کره خاکی که هستن میشه. چه ما اسمی ببریم ازش نبریم. دعوت بشنیده باشن. لبیک رو پیش خودشون گفته باشن. توجه میکنید الان این ارتباط ویژه که میدیم چطوریه؟ اولا هست یا نیست؟ کسایی دعوت کردن اومدن دعوت کردن دارن اسمشون هم نمیدونید. حالا اینا دعوتی رو شنیدن پیش خودشون لبه گفتن ولی ما که نمیدونستیم میان یا نمیان. همینه که گفته بله اتصال برقراره تموم شد و رفت. شما هم باید این حلقه رو تشکیل بده باشیم. حلقه رو تشکیل میدیم اعلام میکنیم میگیم مثلا اینجا هست امشب هست می‌زنه همین شده همیشه باشه. ببینید خب بحث همینه. ما در آینده خیلی مسائل و مطالب و انسان برخورد میکنه که عجیب غریبه به ذهن ما الان اصلا نمیاد. اصلا نمیتونیم تصور بکنیم که اینجور میشه اینجور میشده. توجه میکنید؟ یعنی خدمتتون بگم که مثلا فرض کنیم که در یه آینده نزدیکی یه نفر تو کوچه داره راه میره دفعه سرش درد میکنه به همونجا دستش میزنه به دیوار اینا دوستان اینجا رو لطفا دقت کنید که مثل الان شما میرید میدونه کانالای تلویزیون چه کانالایی هست میدونه که الان یه اتصال حلقه‌ای هست همیشه برقراره هر کس بخواد میاد توش بله حلقه های مختلفی پیش میاد. یکی از حلقه هاش اینجوری عامه برای درمان ها برای مثل مسئله اینجوری بعضیش که دیگه حتما باید خب حلقه های خاصه مثل همین مثلا تششو دفاعی مثل یه سری ماجراهای دیگه اینا نه. اما یه حلقه های میذاریم که این شبکه 24 ساعت هست که داره ماهواره چی داره رو پخش میکنه هر کی تلویزیونش رو روشن کنه میاد توش. توجه میکنیم باید میشه چه هم خوشیه میخواه فرادرمانی مصبت چیزای مجازه نه ببینید بحث اینها حلقه های مختلفی توجه میکنید اون هم نوعی فرادرمانیست منتها این از آنتن اینجا پخش میشه اون از آنتن ماهواره پخش میشه. مثلا این یه جور میان توش اون یه جور میان توش. درست شد یا نه؟ یعنی قابلیت هایی رو ما در آینده باش برخورد میکنیم که این قابلیت ها خوب چه گفته در نوع خودش بی نظیره و بی سابقه است. ببینید مسعود به چین زمین میتونیم سریعا را بندازیم این قضیه رو ولی یه موضوع هست که یه چیزای مقدماتی جا افتاده باشه از الان میگیم اطلاع بیشه برای اینکه مردم یواشش بدونن بابا یه ماجراهایی مثلا بعضی به این صورت هست به این قضیه هست توجه فرمودین و لذا فقط همین مشروط به چیزی نیست مشروط به شرایط خاصی نیست. فعلا ما مشکلمون مشکل ناآگاهیه. مشکل اینه که یه چیزای صحبتای داریم حالی کردن این صحبتا مشکله و یه مقدار سطح آگاهی که بیاد بالاتر یواش یواش که داره میاد بالاتر این کارا خیلی ممنون متشکرم. خب همونطور که متوجه شدید و شنیدید اینجا آیه طاهری مستقیما اشاره میکنن که دقیقا دارن میگن که حلقه برادرمانی حلقه عام هست و میشه در یک زمانی شما این رو اعلام کنید در واقع نه اینکه اعلام کنید یک زمانی میشه که یه نفر داره تو خیابون راه میره یه کسی داره تو خیابون راه میره یه حالش بد میشه دستشو میگیره کنار دیوار و چند لحظه برای خودش فرادرمانی اعلام میکنه چند لحظه برای خودش
فرادرمانی ادا میکنه. این میشه تفویض عام، یعنی یک حلقه ای که تفویض عام میشه، فقط فرادرمانی، فقط فرادرمانی. و بعد میگه اون حلقه ها حلقه های خاص هستن، بعد اشاره میکنه که تشعشع دفاعی و فلان و اینا، منظورش بخش خاص تشعشع دفاعی از اون ذهن اشتراکی خاص هست که اون در حقیقت نیاز به ذهن اشتراکی خاص داره. میگه نه، اون یه تیکر میشه لطفا بذارید اون دقیقه دو رو میشه دوباره بذارید، دقیقه که من کات کرده بودم گفته بودم بهتون. دوستان اگر که سب کنید که توضیحات تموم شه و سوالات هوشمندانتون رو بپرسید ممنون میشه. 236 میگم که مثلا فرض استوال حلقه‌ای هست، حلقه‌ای هست، هفته دو برابر همون داشتون می‌ذارید، دو برابر بکنید، یعنی میدونه که مثلا شما میدونه کانال تلویزیون چه کانالی هست، میدونه که الان یه اتصال حلقه‌ای هست همیشه برقراره، هر کس بخواد میاد توش، نیازی نیست که درمانگر رو حلقه خودش پشت بله، حلقه های مختلفی بیش میاد، یکی از حلقه هاش اینجوری عامه برای درمان ها، برای مثل مسئله اینجوری بعضیش که دیگه حتما باید خب حلقه های خاصه، مثل همین مثلا تشعشع دفاعی، مثل یه سری ماجراهای دیگه اینا نه، اما یه حلقه های میذارین که خیلی ممنون، خیلی ممنون، حلقه های خاصیه مثل تشعشع دفاعی اینا نه. یعنی چه اینا نه؟ یعنی اینا حلقه هایی هستند که تفویض به عام نمی شوند. شما ممکنه یه فایلی رو صدها بار شنیده باشید، صدها بار، ولی یک جملهش رو هیچ وقت درک نکرده باشید، نشنیده باشید، چون که دقت نکردید، مخصوصا فایل های صوتی خیلی روشن، خیلی روشن دارن میگن که اون حلقه عامه، همون که دستشو میذاره پلان، حلقه هایی هستن که یعنی داره راجع به آینده حرف میزنه، مشخصه که پیش میاد، یعنی آینده، یعنی که یعنی امروز و بعد میگه مثل تشعشع دفاعی، ولی که اونا نه، یعنی چین اونا نه، یعنی اونا قابل اعلام در به صورت تفویض عام نیستند. شما فرادرمانی رو میتونید تفویض عام کنید، ولی اونا رو نمیتونید تفویض عام کنید. یه فایل دیگه هم داریم، که اونجا مشخصا آقای طاهری میگن که در راجع البته خب الان موضوع کلاس بی کلاسی نیست، من کلاس بی کلاسی رو بخوام صحبت کنم اون فایل رو براتون میذارم که میگه راجع به کلاس بی کلاسی دو شاخه پیدا میشه، یکی یه موضوع رو من اینجا بگم، دوستان پرسیدین که ما این رفرنس ها رو کجا میتونیم پیدا کنیم گوش بدیم، توی کانال گنجینه کیهانی میتونین دوستان، از چند روز پیش من دارم این رفرنس های مربوط به لایو امروز رو میذارم اینجا، گنجینه کیهانی بدون اچ، نمیدونم مشخص هست یا مشخص هست یا نه، چند روز به لایو مونده، من یه سری پستا میذارم برای آمادگی برای لایو ها، رفرنس هم یه سریشو گذاشتم، بقیهش هم میذارم اونجا، میتونین خودتون گوش کنید. خب من اینجا الان میبینم آقای سماواتی نوشتن که حلقه تشعشع دفاعی حلقه خاص نیست، ببینید ایرادی نداره،
ببینید ما هیچ چیزی رو، ما هیچ حرفی رو از خودمون که نمیزنیم. ما سماواتی های دوست عزیز، دوستان عزیز، من چیزی رو از خودم که نمیگم. هر حرفی رو اگر من گفتم این حرف منه، این برداشت منه، این استنباط منه، شما میتونید بگید برداشت تو جمع کن برو باز خودت. نه، اینا برداشت من نیست، استنباط من نیست، اصلا من حرفی ندارم، من حرفی نمیزنم. این عین حرفی که آقای طاهری زده، تشعشع دفاعی، حلقه خاص است. خب تشعشع دفاعی حلقه خاصه، اوکی. حالا ما داریم، من توی این مدت با دوستان زیادی صحبت کردم راجع به این موضوع، یعنی این چیزی نیستش که من همین الان یه حال سرم تصمیم گرفتم بیام راجع بهش حرف بزنم، با مربی زیادی صحبت کردم. اجازه بدید که من نقطه نظرات اونها رو هم بگم، چون اونها هم مثل شما، مثل این دوستمون آقای سماواتی، برداشت‌های متفاوتی وجود داره. خب مثلا یک جایی آقای طاهری، حالا اونا رو من الان دم دستم نیست، ولی خب اینا در حقیقت اون چیزایی که از دوستان مربی دیگه من شنیدم، حلقه های خاص، حلقه هایی هستن که حالا ما اصلا سر این بحث نداریم، ما حلقه های خاص، حلقه هایی هستن که شما برای خودت اعلام میکنی، حلقه های عام، حلقه هایی هستن که شما برای دیگران اعلام میکنی. این میشه حلقه خاص و حلقه عام. ببینید این تعریف من نیست، تعریف من نیست، ولی یک بخشی از ممکنه ما یک رفرنسی داشته باشیم. بله بله آقا شاهرخ عزیز، ممکنه حرف شما درست باشه، ممکنه شما دارید بر اساس یک رفرنسی میفرمایید دیگه، رفرنسشو بیارید با هم دیگه بذاریم گوش کنیم، یا بفرستید برای ما به هر شکل. اینو منم شنیدم، یعنی اینو دوستانمون هستن که با هم دیگه در ارتباط هستیم به صورت مداوم، اینو منم شنیدم که در حقیقت دستبندی حلقه های خاص و عام رو به این صورت میبینن که حلقه های خاص حلقه هایی هستن که برای خودمون اعلام میشه. مثل چی؟ مثل حفاظی کیهانی، مثل اسکن دوگانگی، مثل حفاظی کالبودی، مثل تزکیه تششعاتی، مثل این که برای خودمون اعلام میشه. حلقه هایی که ما برای دیگران هم اعلام میکنیم مثل چی؟ مثل تششع دفاعی، مثل فرادرمانی و اینا میشن حلقه های عام. این نقطه نظر هم وجود داره. خب حالا نه، من اصلا با اون بحث کاری ندارم، اصلا اون که چیزی درستی که اون اصلا نکته چیزی نیستش، اصلا ما سر این موضوع اصلا حرف نداریم که اصلا درست دارید میگید شما، اصلا من سر اون موضوع هیچ بحثی ندارم. خب حالا چون نمیخوام از بحث فاصله بگیریم دور بشیم، پس من یک بار دیگه یه توضیح کلی میدم بچه ها ببینید. سوال بعد اگر آشنایی نداشته باشن چی؟ خب اگر آشنایی نداشته باشن هم چجوری میشه؟ اگر آشنایی نداشته باشن با قضیه، آشنا نباشن، هیچ آشنایی نداشته باشن، به محض اینکه دعوت رو بگیرن، من توضیح دادم گفتم دعوت رو بگیرن و بله رو بگن تمومه، یعنی به محض اینکه دعوت رو بشنوم، ما بهشون اطلاع دادیم، اینا رفتن و دعوت رو گرفتن، بلرم گفتن، بلر که گفتن میتونن در اون اتصال عام قرار بگیرن. ببینید، آها خیلی ممنون چه یادآوری کردید، من برگشتم دوباره سر همین نکته که گفتید. خب ببینید موضوع اینه که در ارتباط عام، در ارتباط‌های عام، ببخشید من یه چیز دیگر رو من همین الان خاطرم اومد که بگم، ما راجع به حلقه صلات هم عام و خاص داریم، یعنی حلقه صلات هم حلقه های عام داره و حلقه های خاص.
چجوریه این؟ اگر که اون سلات به معنای اتصال، یعنی اگر اون موجب اتصال میشد بشه، اون سلاتی که مرسوم هست، اون که در شریعت وجود داره، اون اگر انجام بشه، اون میشه عام. حالا خاصش چی میشه؟ خاصش میشه این حلقایی که ما داریم واردش میشیم، حلقه مثلا چه میدونم قنوته، حلقه نمیدونم فلانه، حلقه نمیدونم بسم الله الرحمن الرحیم، حلقه مالک یوم الدینه، حلقه نمیدونم اینه، حلقه‌های متعدد بیشمار، حلقه‌های مختلف، اینا میشن حلقه‌های خاص. ببینید بابت اینم رفرنس هست، بابت اینم رفرنس هست و اینم من رفرنسشو میذارم براتون. فقط اینو به شما میخوام بگم در نهایت، وقتی که ما صحبت از حلقه خاص میکنیم، یعنی در واقع وقتی میگیم یک حلقه خاص هست، یا تفویض خاص هست، یا ذهن اشتراکی خاص هست، یعنی چی؟ یعنی که به صورت تخصصی به یک موضوع تخصصی قرار در اون حلقه پرداخته بشه. سر این که دیگه با هم هیچ مشکلی نداریم. یعنی که ما فرض بفرمایید مثلا وقتی میگیم همفازی کیهانی، یک حلقه خاصه. این همفازی کیهانی به صورت تخصصی به موضوع پرداخته شده، ولی وقتی میگیم ارتباط عام، مثلا اون ارتباط ویژه که میشه ارتباط عام، تبدیل شده به ارتباط عام که دیگه هیچ ساعتی نداره، بدون دعوت میتونن واردش بشن، این در واقع چی میشه؟ این میشه حاوی یه سری اطلاعات کلی، یعنی یه سری اطلاعات کلی داره توش، اطلاعاتی داره که همه میتونن ازش استفاده کنن، اطلاعات عمومیه، اطلاعات عمومی مربوط به حلقه هاست که همه میتونن ازش استفاده کنن و قابل دسترسی برای همه است. این میشه ارتباط عام، این میشه تفویض، در واقع نه تفویض، این میشه در حقیقت اون چیزی که در ارتباط عام جاریه. مثلا در ارتباط روح جمعی، مثلا در ارتباط روح جمعی یک پیامی جاری میشد. فرض بفرمایید شما اینو مربیا تجربه کردن، قبل از اینکه بیان سر کلاس مطالب اون جلسه رو دریافت میکنن. اینو تمسون دوستانی که مربی هستن اینو تجربه کردن دیگه، یا حتی دوستانی که شاگرد هستن خودشون ممکنه تجربه کرده باشن. روزی که میخوان اینا بیان سر کلاس، روزی که جلسه کلاسشون هست، مطالب اون جلسه رو به صورت اتوماتیک ذهنشون آشناست. یعنی چی؟ یعنی نه به صورت تخصصی، به صورت کلی یک چیزی رو میدونن. یا اینکه درک، یا در واقع اون موضوع حلقه‌ای که میخوان دریافت کنن رو براشون سوئیچ شده. مثلا قبل از ترم 3 مسئله کنترل ذهن براشون سوئیچ شده، مثلا قبل از دوره 2 موضوع فرض بفرمایید همفازی کیهانی یا اسکن دوگانگی براشون سوئیچ شده به صورت اتومات. خب این چی رو در واقع، این چی رو میخواد نشون بده؟ این میخواد نشون بده که ما قبل از این که میخوایم بیایم بشینیم سر کلاس، خب از طریق اون ذهن اشتراکی عام یه سری اطلاعات کلی داریم میگیریم، یعنی ما در معرض یه سری اطلاعات کلی هستیم. این حالا به صورت یک سوکور بوده. یه سوکور یعنی چی؟ یعنی که این از اون ستاد مرکزی اعلام می شده، اما افراد در اون ارتباطش قرار نمی گرفتن، در اتصالش قرار نمی گرفتن. خب؟ ولی حالا می رسیم به بحثی که الان می خواهیم واردش بشیم. چیه؟ بحث کلاس بی کلاسیه، بحث در واقع این عام شدن حلقه ها و نمیدونم تفویض به عام و کلاس بی کلاسی و ایناست. ببینید حالا میخواد از ساختار یک سکور در بیاد. خب یعنی چی؟ یعنی که به شما میگن که
در این تاریخ مثلا میخواد یه حلقه ای اعلام بشه، آقا اعلام بشه نه عذرخواهی میکنم، میگن که جان نه 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 اجازه بدید، خواهش میکنم اجازه بدید نکن. ببینید یک سکور یعنی چی؟ یه سکور یعنی چی؟ یه سکور یعنی از طریق ستاد مرکزی یک بار این اعلام شده یا اعلام میشه. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد شاگردا قبل از اینکه بیان سر کلاس اون مطالب رو به صورت کلی دریافت میکنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه مطالب و حلقه ها بارگذاری میشه روی ذهن اشتراکی، روی ذهن اشتراکی عام بارگذاری شده و اینا به صورت یک سکور. یک سکور یعنی چی؟ یعنی اینکه یک طرف قضیه در جریانه، که اون یه طرف قضیه کیه؟ ستاده یا همون آقای طاهریه. حالا میخواد از این ساختار بیرون بیاد، یه پله میخواد بره بالاتر. خب ایستگاه بعدیه، داره میگه من میخوام ایستگاه بعدی رو میخوام معرفی کنم. ایستگاه بعدیه چه جوری میشه؟ ایستگاه بعدی اینجوری میشه که شما دیگه به صورت آگاهانه میرید در ارتباط میشینید و حلقه تفویض میشه بهتون. چه حلقه ای؟ حلقه ای که قبلا بارگذاری شده، لایش بارگذاری شده، حفاظش فلان شده، مطالبش بارگذاری شده. توجه کنید، مطالب بارگذاری شده، حلقه ها و حفاظ ها بارگذاری شده، شما میرید اونجا میشینید و فقط کافیه که یک دعوت گرفته باشید و لبیک هم گفته باشید. میرید میشینید، حلقه رو دریافت میکنید، مطالبشم دریافت میکنید، مطالبشم دریافت میکنید. دیگه این ارتباطی پیدا نمیکنه به وبسایت، یه نیاز به وبسایت فلان و اینا نیست. شما باید بتونید مطالب رو دریافت کنید، شما باید بتونید مطالب رو دریافت کنید. اگر نتونید مطالب رو دریافت کنید که این دیگه نمیشه کلاس بی کلاسی، که میشه کلاس با کلاسی. کلاس بی کلاسی زمانیه که شما دیگه بی نیاز از هر کلاسی باشید، نه اینکه بی نیاز از کلاس حضوری باشید، با نیاز از نمیدونم کلاس نیازمند کلاس وبسایت باشید، کلاس آکادمی باشید. یعنی اینکه شما که آکادمی و پاکادمی و ملان و سایت و مایت و سوپر اپلیکیشن و همه رو جمع کن، کلاس بی کلاسیه، یعنی هیچ نیازی به هیچ کدوم اینا نیست. من که میفهمم کلاس بی کلاسی چیه، فقط عرفان حلقه که این موضوع رو نیاورده که فقط من، این باعث خرسندی منه و باعث افتخار منه. ولی خب نگاه کنیم ما به تاریخ نظام های معرفتی و نظام های عرفانی و علوم اسراری و و و و اینا، یک مطالعه کنیم و ببینیم پیش از این داستان، پیش از عرفان حلقه، عرفان های دیگری هم بودن و هستن که اساس دریافتشون بر مبنای کلاس بی کلاسیه. من جا اسم نمیخوام ببرم که بعدن دوباره داستان بشه. شما یه ایمیل میزنید، به شما یه چند تا برگه دیسکورس میفرستن و بقیه مطالب رو در عوالم درون، همه چیز در عوالم درون، وصل حلقه ها، اونا هم حلقه دارن. این چه حرفیه؟ حالا من اصلا نمیخوام وارد حواشی بشم، اصلا به جنبان، من گریزانم وارد حواشی و واسه باید این مسئله بشم. ولی نفرمایید، خواهش میکنم اینو، که ما فقط حلقه داریم. نخه، این حلقه، این حفاظ، اینو اونجا هم هست، برید مطالعه کنید. اصلا من چند روز پیش داشتم میخوندم، شما گفتید که موجودات غیر ارگانیک، ما گفتیم لفظشو موجودات غیر ارگانیک، آقای خدا رحمتش کنه، آقای هوشنگ حرفور. اصلا من نمیخوام وارد این مباحث بشم، وارد مباحث اصلا نمیخوام بشم، اصلا جاش اینجا نیست.
برای اینکه من بخشی من در واقع خودم رو وامدار در حقیقت خودم رو شاگرد این مکتب میدونم. خب هیچ بحثی هم توش نداریم، ولی اینو من در نهایت میخوام بگم که خب یه چیزی بگید که از بیرون ما رو در معرض در واقع ما رو در معرض چیز قرار ندن، ما رو با انگشت نشون ندن. متوجه هستی چی میگم؟ حالا خارج از این چارچوب میتونیم بریم صحبت کنیم. بله بله، همه در واقع سیستم های مختلفی وجود، حالا من نمیخوام وارد اون بشم، اگر صحبت باشه، سوال باشه، بیاد صحبت کنیم. میگه مشخصه دیگه، میشیم راجع به صحبت میکنیم، بعدم شما می تحقیق میکنید، میاد میگید آقا اینجوری بود یا نبود، دیگه دعوا که نداریم ما هم دیگه. خب اما اینو من میخوام در نهایت به شما بگم که کلاس بی کلاسی یک تعریف داره. در حقیقت وقتی از کلاس بی کلاسی صحبت میکنیم، ما راجع به دو شاخه پیدا میشه، دو سبک کلاس بی کلاسی پیدا میشه. این دو سبک چیاست؟ یک سبک سولو شدنه، یعنی وقتی میگیم کلاس بی کلاسی، یه جا منظورمون از کلاس بی کلاسی سولو شدنه. سولو شدن یعنی چی؟ همتون میدونید سولو شدن یعنی اینکه شما یک آموزشی دیدید، تونستید آموزش ببینید، یه ساعت مشخصی رو، یک زمان مشخصی رو، یک دوره مشخصی رو طی کردید، آموزش هایی رو دیدید، رفتید و تحت نظر مربی و تحت نظر معلم در شرایط مختلف آموزشی قرار گرفتید، الفبا و مبانی رو شناختید. حالا یه دونه مهر میزنن به شما، میگن شما دیگه سولو شدید، شما میتونید دیگه تنهایی پرواز کنید. ولی هنوز شما در خیلی از در واقع تجارب و خیلی از مسائل عقب هست، یعنی خیلی از تجارب ندارید، هنوز خیلی از مسائل هنوز تجربه نکردید، خیلی از چیزا رو نمیدونید، نمیدونید در مثلا شرایط فلان باید چیکار کنید، در شرایط بیسار باید چیکار کنید. خب این میشه در حقیقت کلاس بی کلاسی، یعنی کلاسی که در آن هیچ معلمی نیست. شما ماهیگیری یاد گرفتید، یه نفر به شما ماهیگیری یاد داده که چجوری قلابتو این تومه بزنی پرت کنی، ولی خود نرفت تا الان ماهیگیری کنی. الان دیگه هیچ مربی کنارت نیست، هیچ معلمی کنارت نیست، و تو میخوای بری تازه از اون چه که آموختی استفاده کنی و در جهت چی؟ در جهت دوباره بحث کمال و اینا. خب این میشه یک مفهوم کلاس بی کلاسی، یعنی این یک شاخه از کلاس بی کلاسیه. بفرمایید شما مطمئن. دوستان ما دیشب در یوتیوب یه ویدیو گذاشتیم به اسم بیایید فکر کنیم، لطف کنید که اونو حتما بعد از لایف ببینید. و خیلی خوبه که اینجا با هم دیگه تمرین کنیم که بتونیم ما هم مثل گروه های دیگه، جوامع دیگه، مکاتب دیگه بدون تعصب با هم دیگه یه گفتگوی خوبی داشته باشیم. نذارید مثل ماجره که توی رای گیری شرکت کردم با آقای مهدوی فرد که تمرین دموکراسی بود که رد شد مجموعه، توی اون تمرین اینجا هم این اتفاق بیفته. یادتون نره که ما هممون با هم دیگه توی یک جبهه هستیم و برای نگهداری این اندیشه داریم تلاش میکنیم و اصلا تمام صحبت ما همینه که آموزه های ناب دهه 80 رو بخوایم حفظ کنیم و دست نخورده به نسل های بعد تحویل بدیم، همون آموزه هایی که زندگی خودمون رو نجات داد، باعث نجات خودمون شد، باعث نجات نسل های آینده شد و میشه. خیلی ممنونم. ببین دوستان، من راجع به کلاس بی کلاسی دارم صحبت میکنم، ولی یه چیزی رو من خدمت شما عرض کنم راجع به اون بحث حالا مکاتب و اینا مسئله دیگه. ببینید، صحبت سر این نیست که
کی بهتره کی بدتره. خواهش میکنم یه لحظه توجه کنید. اصلا بحث سر این است که اونا بهترن یا ما بدترین یا ما بهترن یا اونا بدترن. خب برای اینکه مشخصه که مثلا این خیلی پیداست، اصلا این قابل بحث نیست که مثلا نمیخوام به این موضوع بحث کنیم که مثلا من بگم که آقا اونا بهتر، اگه اونا بهتر بودن خب من میرفتم اون ور، اینجا چی کار داشتن؟ خیلی مشخصه. اگر اونها در واقع حرف بیشتری برای گفتن داشتن خب ما که اینجا نمیموندیم که. چرا بحثیه؟ چرا انرژیمون اصلا جای اشتباه داریم مصرف میکنیم؟ پس موضوع این نیست. سوال اینه که در واقع سوالی که مطرح کردیم اینه که یهو این اندیشه که یهو سبز نشده، این در مراتب اتفاق افتاده. در واقع مکاتب زیادی بودن، همه در واقع اون سخن معروف هست که میگه ما بر شانه های بزرگان ایستاده ایم. یعنی چی؟ یعنی که این روند روبه رشد بوده. خواهش کنم بذار تعصب نگاه کنیم، یک روند روبه رشدی بوده، یه جایی هم اومده عرفان حلقه و گلو زده. خب یه گل هشتی زده، حرف حسابی زده، ولی موضوع این نیستش که حرف رو متوجه میشید. پس خواهش میکنم سر چیزه نکاتی که با هم توافق داریم، ما سر یه سری چیزا توافق داریم، با هم نقاط مشترکمون رو میشناسیم و باید بشناسیم توی یک بحث، ما باید بدونیم که سر چه نکاتی با هم مشترک هستیم، چه چیزایی رو میفهمیم از هم. با اونا که هیچ کاری نداریم، اونا که هیچ، درسته. چیزی که میخوایم بگیم اینه که این روند که یهو مثلا این وسط سبز نشده، عرفان حلقه فانهای دیگه بودن هر کدوم، و در نهایت مثلا این اینجا اومده و رشد کرده و یه باری داده و یک چیزی داده. خب موضوع سر اینه که ما نمیتونیم قبلی‌ها رو نفی کنیم، این کار درستی نیست. به محض این کار رو بکنیم به ما برچسب دوگماتیسم میزنن، دوگماتیک میزنن و دوگماتیسم میزنن. خب منظور من اینه. حالا از این موضوع فاصله بگیریم، من در مورد کلاس بی کلاسی صحبت میکنم. کلاس بی کلاسی همونطور که گفتم دو شاخه داره، یک شاخهش همون بحث سولو شدن هست. این چی سولو شدن؟ یعنی اینکه همون توضیحی که دادم، یه جایی ما آموزش میبینیم، مبانی رو میآموزیم، الفبا رو بلدیم و دیگه میشه آتش به اختیار، دیگه میگن آقا برو توی و خودتو خودت. خب یک کلاس بی کلاسی هم هست که اون کلاس بی کلاسی به معنای سولو شدن نیست. اون کلاس بی کلاسی به معنای اینه که یک حلقه ای مثلا فرادرمانی رو شما میتونی برای خودت، یعنی فرادرمانی عام تفیض عام میشه، یعنی چی؟ یعنی میتونی فرادرمانی رو برای خودت اعلام کنی. یه روز داری تو خیابون راه میری، هر کی یه نفری انقدر طبیعی میشه، همه میتونن همون لحظه حلقش رو بگیرن، همون لحظه برای خودشون اعلام کنن. توضیحی که خودش داره میده، خدای طاهری داره میگه. خب وقتی که تفویض به عام میشه حلقه ای، یه کاری انجام میشه. یعنی در اون کلاس بی کلاسی که به معنای اینه که توضیح دادن که ما میتونیم یک شبه، مثلا گفتن که ما میتونیم همین امشب بگیم همه بشن فرادرمانگر. خیلی خوب میتونیم بگیم همه بشن اما چه فرادرمانگری؟ فرادرمانگری که خودش فقط میتونه برای خودش اعلام کنه، فرادرمانگری که میتونه خودش فقط واسه خودش اعلام کنه، نه روی دیگران کار کنه. اون میشه ذهن اشتراکی خاص، اون برایش ذهن اشتراکی خاص نیازه، نه ذهن اشتراکی عام. یا مثلا در مورد حلقه های دیگه، مثلا همفازی کیهانی، مثلا
اسکن دوگانگی، همفازی کالبدی، تفویض به عام شده. خیلی خوب، تفویض به عام شده دیگه. شما نهایتاً با این چیزی که به شما تفویض عام شده نهایتاً میتونید ببخشید میشه میوت کنید سر برمیگرده. نهایتاً میتونید با این امکانی که به شما تفویض شده میتونید چیکار کنید؟ میتونید برید فایلای اون جلسه رو، اون ویدیوهای اونجا رو ببینید. میتونید راجع به اون موضوع صحبت کنید بدون اینکه تحت حمله قرار بگیرید. خواهش می‌کنم دقت کنید. نه اینکه برید بشینید همفازی کالبدی رو در واقع تفویض عام بشه، بعد شما برید همفازی کالبدی بشینید خودتون، یا برید مثلا تشعشع دفاعی رو با از طریق ارتباط عام، ذهن اشتراکی عام دریافت کنید. من نمیدونم اگر واقعا پیچیده است دوستان، اگر واقعا پیچیده است من دوباره توضیح بدم. خب موضوع اینه پس، این که اینو میخوام بگم که در نهایت کلاس بی کلاسی تعریفش مشخصه. در کلاس بی کلاسی با اون توضیحی هم که آقای طاهری میدن اون منافات داره. آقای طاهری یا یه کاری کن شما، یا بیا، چون شما نمیتونی یک اصول، یک در واقع جریان رو به هم بریزی و اصولش رو از برداری تغییر بدی. که شما بیا یه کار کن، شما یه بگو، اعلام کن، بگو اون کتاب اصول، بگو اون مطالبی که ما در دهه 80 گفتیم اونو دیگه قبول نداریم، حالا اصول جدیدی میخوایم بدیم. اینو میتونید بگید، شما میتونید بگید که ما اصول جدیدی رو میخوایم، ما یه اصول جدیدی داریم که مثلا این از این به بعد اصول ماست. ولی نمیتونید بگید که هم اونو قبول داریم هم این، چون اینا با هم دیگه منافات داره. آقای طاهری من 13 سال حداقل 13 سال 14 سال درس دادم، مربیان زیادی هستند که متوجه میشن من چی میگم. سوراخ سنبه های این آموزه ها رو من به خوبی میدونم کجاست، بهتر از هر کسی. حالا نه که بهتر از همه میدونم، نه، تو اگه هم که بگم بهتر از همه، این نشونه، حالا اونی که میگه من بهترم نشونه ناپختگیشه، اما خب طبیعیه، من نابغه نیستم. هر بچه اگر 14 سال یه چیزی رو درس بده، خب سرخسون باشم میفهمه، اون چیزاش هم متوجه میشه، اون کم و کیف و اون اشتباهاتش هم دستش میاد، اون جایی که باگای قضیه هم دستش میاد، میفهمه کجاها باید اصلاح شه، کجاها باید درست بشه، کجاها باید فلان بشه. یه استاد واقعی توده ها رو به دنبال خودش به اشتباه نمیکشونه. یه استاد واقعی هیچ وقت شاگردانش رو به اشتباه نمیندازه. آقای طاهری شما گفتید که ما یک زمانی بدون حفاظ حلقه میدادیم، حلقه بدون حفاظ، برای اینکه دیگران در واقع متوجه بشن که بله یه حفاظی است، ولی انقدر که تلفات داشت دست برداشتیم، از این موضوع دست برداشتیم. خاطرتون میاد دیگه، وایدتون هست، وایدتون. آقای طاهری این کار رو دوباره دارید انجام میدید. شما دارید یک عده آدم رو، یه عده آدم ناآگاه رو، یه عده آدم که اشتیاق دارن، دارید هولشون میدید. چرا؟ چون با من لج کردید، با من دارید لج بازی میکنید، چون با اون دارید لج بازی میکنید، چون با اون یکی دارید لج بازی میکنید. چرا لج بازی میکنید؟ لج بازی نداریم که.
اصلا شما هر چی میگید درست، اصلا همه حرفای شما درسته. این من میخوام نه آخرش دقیقا میخوام به اینجا برسم. اون چیزی که در واقع شما به دنبالش هستید آقای طاهری، جمع کردن مطالب عرفانی دهه 80، همه ما اینو میدونیم و شما میخواید برگردید، حالا دیر یا زود میخواید برگردید ایران، حالا به هر دلیلی، مالیات های کانادا مالیاتش خیلی سنگینه، شرایطش هر چی که هست دیگه، هیچ وقت به پای لواسون، آب و هوای لواسون نمیرسه. و اما این به چه قیمتی آی طاهری؟ به چه قیمتی؟ منم ساکت کردید، منم نشوندید سر جام، منم صفای گنجینه کیهانی رو بستید، با بعدی چی کار میکنی؟ با اون یکی چی کار میکنی؟ با اون یکی چی کار میکنی؟ ما برای این آموزه ها زندگیمونو گذاشتیم. نمیخوام هیچ منتی بذارم به سرتون ها، منت نمیذارم، چون از سر عشق بود هرچه کردیم. همه جا پشت سرتون سعی کردیم بمونیم و هر جا هر حرفی بود، امروز هم همینطور. امروز من اگه مثلا ناراحت میشم، عصبانی میشم، یه حرفی بزنم، ولی نمیخوام کسی، یه کسی بیاد ادعا کنه و شما رو مثلا از اونجا بکشه پای خودش بره. من این همچین اجازه رو نه، من هیچ کدوم ما این اجازه رو بهش نمیدیم. ولی موضوعی که هست میدونید اینه که همه ناراحتن آی طاهری دیگه. اون محبوبیت و محبوبیت 4 سال پیش که شما از زندان اومده بودید بیرون رو ندارید شما. چرا قبول نمی‌کنید؟ آی طاهری برید نگاه کنید تمام اینایی که فالوتون میکنن، لایوتون میکنن، اینا همه فیکن، اینا رو خریدن میخرن براتون. دفعه بعد من براتون اسنادشو میارم، دفعه بعد که اومدین براتون اسنادشو میارم. آی طاهری اینا میخوان این مجموعه رو از اون ساختار بیرون بیارن. و شما چرا با اینا همکاری میکنید؟ چرا؟ مگه این همه آدم برای این مجموعه وقت گذاشتن، انرژی گذاشتن، زحمت کشیدن، برای شما، شما رو معرفی کردن. آی طاهری شما رو کسی نمیشناخت که خودمونیم. کی شما رو میشناخت؟ کسی شما رو نمیشناخت، یه محدوده. این همه آدم تلاش کردن برای اینکه شما رو به جهان بشناسونن. این واقعا درسته؟ این روش، این طرز برخورد درسته که شما به اون آقا بگید من واقعا خجالت کشیدم وقتی پریروز دیدم شما گفتید آقای ولیپور نگهدارنده سایت های مستهجن و ایناست؟ ما که میدونیم آقای ولیپور این کار نیست، همه ما اینو میدونیم. این واقعا خجالت آوره، از شما بعیده. ادامه حرفم با اعضای مجموعه است. لطفاً بیدار شید بچه های مجموعه، لطفاً بیدار شید. به زودی دیگه هیچ فایده‌ای نخواهد داشت، یعنی آنچنان کلاه گشادی به سرتون میره که هیچ وقت خودتون نخواهید بخشید. نه اینکه با من این کارو کردید، با اون کار، نه، با خودتون.
من تا اینجا مطالبم تموم شد، در خدمتتون هستم. مایکم رو خاموش میکنم و بفرمایید. دوستان از اونجایی که برای شما خسته کننده نشه، همین که پیام دادن که گفتن که اگه میشه بریم ارتباط در مورد اینکه گزارش درمان و اینا هم بدید، برای اون لایو جدا میذاریم. اگر موافق باشی با همدیگه یک ارتباط 5 دقیقه‌ای برقرار بکنیم، ارتباط ویژه، و بعد برگردیم. اگر دوست داشتین میتونین علامت بذارین، علامت نقطه. خب شما یه جمع‌بندی بفرمایید لطفا تا بعد بقیه صحبتمون رو بریم. خب عرضم به خدمت شما که ما در مورد کلاس بی کلاسی صحبت کردیم و گفتیم کلاس یه جمع‌بندی کلی داشته باشیم.
در واقع اجازه بده از ابتدا بگم. ما یک توضیح دادیم راجع به حلقه که اصلا حلقه چی هست و اون ذهن اشتراکی خاص چطور کار میکنه. ذهن اشتراکی خاص گفتیم که در حلقه ذهن اشتراکی خاص کار میکنه و وقتی قرار باشه یه سری اطلاعات کلی به داده بشه به عموم، یعنی در حقیقت منظور ما عموم باشه، عمومی که نه ساعت دارن نه اسمی ازشون شنیدیم، یعنی نیازی به اون نداره که بارکد وجود، یعنی بارکدشون در حقیقت چیزی ازشون ثبت بشه، اون بعد از بارکد وجود که صحبت کردیم، اون وقت ما وارد حوزه ارتباط در حقیقت ذهن اشتراکی عام میشیم و ارتباط ویژه که صحبت کردیم، گفتیم ارتباط ویژه بوده که ارتباط ویژه به صورت عام شده، در حقیقت دیگه ساعتی براش نداریم، اسم نیاز نیست، ساعت نیاز نیست و یه سری اطلاعات کلی رو به ما میده. این ارتباط عام از طریق ستاد مرکزی اعلام شده و اعلام میشده و میشه، خب از طریق ذهن اشتراکی عام. پس کاربرد ذهن اشتراکی خاص در حلقه است، حلقه‌های خاص. کاربرد ذهن اشتراکی عام زمانی که ما حلقه‌ای رو به صورت عام بخوایم کار کنیم، یعنی سری اطلاعات کلی در رابطه با عموم، و زمانی که ما نه اسمی داشته باشیم، نه صدایی داشته باشیم، نه عکسی داشته باشیم، هیچی ازش نداشته باشیم، ارتباط رو در واقع اون هم از طریق همون ستاد مرکزی اعلام میشه و افراد میتونن در هر زمانی در هر وضعیتی برن و در اون اتصال قرار بگیرن. اما موضوعی که وجود داره اینه که اون کاری که در از طریق ذهن اشتراکی خاص انجام میشه با کاری که از طریق ذهن اشتراکی عام انجام میشه فرق میکنه. این دوتا با هم یکی نیست، با هم دیگه فرق میکنن. یعنی تفویض حلقه‌ای که از طریق اشتراک ذهن اشتراکی خاص انجام میشه یک چیز دیگه است، یک تفویض دیگه است. همین تفویضیه که ما الان توی کلاسه داریم میدیم. اون تفویضی که آقای طاهری الان میگه من تفویض میکنم در ذهن اشتراکی عام، اونو من یک ماجرای دیگه است. اونو فقط میتونن فرادرمانی رو اعلام کنن، همونطور که وایس ازشون هست، فقط میتونن فرادرمانی اعلام کنن. یا اگر حلقه ای اعلام میشه و اونجا حفاظی داده میشه، اون حفاظ به این معناست که شخص فقط میتونه بره با اون حفاظ مطالب اون دوره رو بشنوه بدون اینکه مورد حمله قرار بگیره، میتونه بره راجع به اون موضوع فقط حرف بزنه. متوجه میشی؟ نه چیزی بیش از این. یعنی شما از طریق این ذهن اشتراک، از طریق این تفویضی که در کلاس بی کلاسی انجام میشه، توجه کن لطفا، شما از طریق تفویضی که در آکادمی انجام میشه به تحت عنوان تفویض عام یا ذهن اشتراکی عام یا در واقع کلاس بی کلاسی، شما نمیتونید حلقه‌ای رو دریافت کنید. حلقه‌ای و حفاظی در اختیار شما قرار نمیگیره به این معنا که از تفویض حلقه با ذهن اشتراکی خاص بی نیاز باشید. یعنی اون کسی که میره توی کلاس میشینه تحت آموزش مربی و مربی بهش تفویض میکنه، چیزی که بهش تفویض میشه یک چیزه، اونی که شما اونجا تو آکادمی میگیری یه چیز کلیه، یه چیز عمومیه. مثل این میمونه که شما توی یک وبسایت یه حساب فری دارید، یه حساب پرمیوم، یه حساب فری دارید که همه میتونن برن اونجا حساب فری باز کنن. من الان با یه ایمیل میتونم برم یه حساب فری توی مثلا سایت فلان یه حساب فری باز کنم. اما زمانی میتونم از اون اطلاعات از اون بخش خاص اون وبسایت استفاده کنم که حسابم حساب پریمیوم باشه. حساب پریمیوم باشه یعنی چی؟ یعنی که در حقیقت
به صورت خاص و به صورت تخصصی با اون حلقه خاص، یعنی من برم تحت آموزش یک مربی و مربی به من تفویض کنه حلقه رو. تا وقتی که مربی به من تفویض نکرده باشه، تا زمانی که من به من حلقه رو مربی به من نداده باشه و به من تفویض نکرده باشه، من نمیتونم، من نه لایه‌شو دارم، نه حفاظشو دارم، نه اجازهشو دارم، نه میتونم و نه اصلا این شرایط برای من محقق هست که من برم فرض کنید مثلا بشینم توی ارتباط همفازی کالبدی مثلا، یا تزکیه تششعاتی، یا نمیدونم حلقه های دیگه، یا مثلا ذهنی یا هر حلقه دیگه ای. خب اون زمانیه که شما برید از مربی حلقه دریافت کنید. این اشتباه رو نکنید آقای طاهری، این اشتباه رو قبلا هم انجام داده، یعنی این کار رو قبلا هم انجام داده. چجوری؟ یه عده آدم رو، یه دست شاگردار رو، اینا تصمیم میگیرن، ببینید فایلش هست، تصمیم میگیرن که حفاظ ندن بهشون، که به شاگردا بگن آقا اگر حفاظ ندیم چی میشه. حفاظ نمیدن، بدون حفاظ و بدون حلقه، به گفته خود آقای طاهری، بدون حفاظ و بدون حلقه میرن وارد میشن یه عده و اونقدر تلفات جان. بله این ماجرا، این ماجرا خیلی ماجرای قدیمیه، این ماجرا مال خیلی وقت پیشه، مال دهه 80، حالا مال همین چند وقت پیش نیستا، مال دهه 80، اول دهه 80. خب انقدر که این ماجرا تلفات داشته، انقدر تلفات داشته و انقدر بچه‌ها صدمه دیدن که جلوی این ماجرا رو گرفتن. شما ببین چه صدمه هایی، شما ببین چه خسارت هایی به افراد وارد شده. خب این همون ماجراست، این همون ماجراست، این یه چیزی دارن تست میکنن رو شما. شما مگه میتونید برید توی ارتباط عام بشینید؟ شما برید توی ارتباط عام بشینید، حلقه ارتباط خاص بگیرید، حلقه که از ذهن اشتراکی خاص میاد، چه اصلا همچین چیزی امکان نداره. اگر میشه بذارید لطفا. زمان ارتباط سوال کردن که زمان ارتباط آیا مهم نیست؟ زمان ارتباط، ببینید این ارتباط رو زمانی که فرد متوجه میشه، خاتمه که پیدا کرد، متوجه میشه که خاتمه پیدا کردی. بله، بعد بعضیا انقدر ماشاءالله صبورن که به 5 ثانیه هم نمیذارن برسه، انقدر راحت طلبن که میخوان در از 3 ثانیه جواب بگیرن. اینا باید اینه که متوجه اگه نشن 10-15 دقیقه حداقل ادامه بدن، اگر هم متوجه میشن که وقتی اسکنشون تمام شد خودشون متوجه شدن و میان بیرون. ارتباط ویژه، چیزی به نام ویژه ما نداریم در اصل، من توضیح دادم. بله بله، ارتباط ما یک ارتباطی داریم که در آینده همگانیست، البته همین ارتباط ها همگانیم، ولی این ارتباط یه چیزیست که در هر لحظه هر کسی بدون اینکه اسمش لازم باشه یا مشخصه لازم باشه میتونه رأساً در اون قرار بگیره و مشکلش تحت بررسی قرار بگیره. خوب دقت بکنید تعریف ها رو، تو خیابون، تو کوچه، تو اتوبوس، تو اینجا، تو اونجا، تو هر جایی نیازی نیست. فلپور مثل چیده، تلفن هم مثلا 118 است که در آن یه چیده میخواه بدونیم دنگ میزنیم 110 فلپوره، یا نمیدونم آتش نشانی که دو شماره رو میگیری اون هر یک چیز اورژانسی رو به صلاح ارائه میکنه که در اون لازم نیست شما اسمی داشته، اسمی معلوم باشه چیزی بگیرید. هر کسی، حالا شما هر کسی رو خواهدین دعوت کنید تو ارتباط ویژه، ببین اونا میان بدونه که اسمی، چیزی، ساعتی، هر زمانی بین این فاصله میان، نه ارتباطاشون برقراره. در آینده نزدیک ما با این ارتباطات خیلی کار داریم. خب با این ارتباطات
خیلی کار داریم از طریق این ارتباطات مسائلی رو به شما انتقال میدیم، کارهایی رو برای شما اعلام میکنیم، مسائل رو در روی جمعی. دوستمون که سوال کردن برای همه، ما برای همه میتونیم کار کنیم همینجوری. خب اونجا توی اون روی جمعی، تو ارتباطات جمعی، کارهای جمعی رو داریم. توجه فرمودین؟ خب حالا فعلا تجربه بکنید ببینید هست یا نیست، بعد راجع به کاربردش با هم صحبت کنیم. خب میشه مایکتون. خب متوجه شدیم چی شد؟ پس ارتباط عام، خب ارتباط ویژه، ارتباط عام، اون چیزی که در آینده قرار اتفاق بیفته در سطح یک چیز مثل 911، مثل نمیدونم آمبولانس، مثل نمیدونم اورژانس، مثل یه چیزی که شما سریع میخواید یه کاری انجام بدید، این ارتباط تفویض عام این کارو میکنه، نه اینکه شما برید بشینید اونجا حلقه تشعشع دفاعی و نمیدونم حلقه تشعشع دفاعی. اجازه است من وقت هست راجع به این صحبت کنم؟ خیلی موضوع مهمیه. همینجوری همه دوچار زمان بدن ببینیم دقیقاً چقدر تو وقت. 109 دقیقه است. 109 دقیقه بودن، 11 دقیقه دیگه وقته. من یه 4-5 دقیقه صحبت میکنم دیگه تموم میکنم، شما میخواید اصول رو بخونید اگه اشکال نداره. ببینید همین جوری بچه های ما دوچار سوء برداشت هستن، اونم در مورد یه موضوعی، مثلا فرض کنیم مثل موضوع تشعشع دفاعی، همین جوریش همه دوچار سوء برداشت هستن. همین جوریش که ما یه حرفی رو میخوایم به یکی بگیم، ببین توجه کنید دوستان، آقایون خانمای مربی، آقایون مربی، همین جوریش همه دوچار سوء برداشت میشن. شما اصلا این خودتون میتونید راضی کنید بدون اینکه شاگردتون هنوز متوجه نشده تشعشع دفاعی رو راه بیفته داره بین اون تشعشع دفاعی بده؟ میتونید اینو چطوری این آدم انقدر دلش راضی میشه که شاگردی که نیومده سر کلاس نشسته، مربی بالا سرش نبوده، فقط با دیدن یه دونه تلویزیون، آقا مگه این چه کاریه؟ شما دنبال چی هستید؟ من هی نمیخوام وارد حواشی بشم، ولی آقا دوستان، آقایون مربی ما داریم میایم، این دوستان مربیان که مربیان در 80 هم هستن، همشون میگن تو خود وارد حاشیه. بابا این حاشیه نیست، این متن، این حاشیه نیست، این متن. این که شما نمیتونید راضی کنید دلتون رو که در واقع یک شاگرد بره بشینه همه جا شروع کنه به دیگران تشعشع دفاعی دادن، ولی آقای طاهری به سادگی دلش میاد این کار رو انجام بده، اصلا براش مهم نیست بدون اینکه مطمئن بشه حفاظ گرفته، حفاظ نگرفته، اصلا فهمیده که آقا به کی باید تشعشع دفاعی بده، به کی نباید بده، اصلا کی میخواد جوابگو باشه، اصلا مسئولیتش با کیه، مسئولیت اینا با کیه، مسئولیت اینا با کیه، جواب اینا رو کی میخواد بده؟ ما همین جوریش که همه دوچار سوء برداشتن، همین جوری شما رفتید درس دادید، شاگردان شما همه دوچار سوء برداشتن. بعد اونجا شما شاگرد رو میفرستید که مثلا یه کسی که مشتاقه، این اصلا قابل پذیرش نیست. شما آقای استاد جان، شما به نظر میرسه که دنبال یک ماجرای دیگه هستید، شما یک نظر دیگه ای دارید. من همه احتمالات رو میگم، من همه احتمالات رو در نظر میگیرم. شما احتمالاً، من نمیدونم واقعا، این پروژه جمهوری اسلامی باید باشه دیگه، که در واقع میخواد اصلا سیستم رو به یه شکل دیگه عوض کنه. اصلا نسبت به دوستان حفاظ خیلی نکته مهمیه. مگه شما میتونید بدون اینکه تحت نظر مربی، اصلا حلقه ها تفویضیه. تفویضی یعنی چی؟ یعنی باید به شما تفویض بشه،
از طریق ذهن اشتراکی عام که حلقه به کسی تفویض نمیشه، اگرم بشه در حد همون فرادرمانی همون 911 همون نمیدونم آمبولانس و نمیدونم اورژانسی که خودتون مثال زدیده، اگر هست در همون حدی که فقط شخص بتونه بره بشینه فیلم‌ها رو بدون حمله ببینه، بتونه بره بشینه راجع به این موضوعات صحبت کنه، یه جایی حفاظش در همین حد فقط کار میکنه، همین فقط، تمام، بیشتر از این نیست. اگر کسی میخواد بره روی دیگران تشش و دفاعی کار کنه، باید بره تحت نظر مربی بشینه. این یک چیز بایده، این یک قانونه. شما همین جوری دارید همه آقا من متوجه نمیشم اصلا، شما هرچی دار و ندار این مجموعه هست دارید شما به باد میدید. هر چیزی که ما در طول این 10 سال آموزش دادیم، هر چیزی که ما بهشون اصرار ورزیدیم، روش تاکید کردیم، شما دارید به باد میدید. یعنی چی؟ شما هنوز مسائل اولیتون حل نکردید. این جایی که ما الان هستیم، این چیزی که شما باز میکنید استاد گربونت برم، استاد نمیدونم فلان بشم، فقط یه سره براتون شعر میخونن، این یعنی عرفان پرستی. یعنی عرفان پرستی یعنی این که ما معتقدیم که هیچ کدوم از نظامهای معرفتی و هیچ کدوم از نظامهای فکری و هیچ کدوم از در واقع مسیرهایی که بشر رفته پاسخگو نیست. عرفان جواب همه اینها رو داده. این تعصب، این دوگماتیسمه. یعنی چی؟ تاریخ سر جای خودش، جغرافیا سر جای خودش، علم سر جای خودش، اون سر جای خودش، عرفان هم سر جای خودش آقای طاهری. و الان همه انتظار دارن که سوپرمن بیاد جواب همه سوالا رو بده. شما نباید بذارید، شما باید جلو اینا رو بگیرید. من که نمیتونم بیام بگم، من که بگم میگن آی فلان زنم داستان همین میشه که دیدید. و بعد یک نکته دیگه، من فقط یک دقیقه در حد 30 ثانیه بگم. شما که آقای طاهری، شما که میاید میگید را میفتید صفحه عرفان، صفحه گنجینه کیهانی، بچه ها ما مگه سوگندنامه امضا نکردیم؟ مگه ما سوگندنامه امضا نکردیم؟ سوگندنامه ما چی بوده؟ سوگندنامه ما این بوده که ما سوگند خوردیم شما خودتون بگید. من خواهش میکنم موضوع تفریز شما خودتون بگید. من فقط میخوام یه جمله رو بگم و فقط اینو چیز کنم. به من فقط اینو میخوام بگم که صفحه ما یک سوگندنامه امضا کردیم بچه ها. ما یک سوگندنامه امضا کردیم، خب؟ در اون سوگندنامه همه سوگند خوردیم که معرف هوشمندی باشیم. صفحه پیج اینستاگرامی گنجینه کیهانی صفحه معرف به هوشمندی الهی بوده و تو این صفحه رو بستی. تو صدای حق رو خاموش کردی. آقای استاد طاهری، اون صفحه‌ای بود که ما باهاش هوشمندی رو معرفی می‌کردیم، شعور الهی رو معرفی می‌کردیم و شما بستی اون صفحه رو. بله. بخندید. میتونید بخندید، میتونید مسخره کنید، میتونید هر چیز، هر کاری بخواید بکنید. ما که خب صفحه زیاد داریم. میخوام به شما بگم که کار شما بازتاب داره، میره و بلافاصله برمیگرده. اگه شما دخالتی نداشتید، مطمئنن بازتابش یقه شما یکی رو قطعا میگیره، چون پشت همه اینا شمایید. من اسخای میکنم، فداتونم میشم. حرفی دیگه ندارم آیلا جان، بفهم.
دوستان من براتون اصول استراتژیک راهروی رو میخوام بخونم که سخنرانی استاد محمد علی طاهری در مهر ماه سال 88. اگر اجازه بدین میخوام که شیر اسکرین بکنم، حالا دو ساعت هم اگر یه مقدار گذشت که ایرادی نداره. خیلی خوب نتونستم شیرش بکنم، متاسفانه گیر کرده، فریز شده گوشیم. براتون میخونم، اینجا توی کانالم گذاشتم. اصول استراتژیک راهروی 14، اصل شماره 1، حفظ وحدت، همه یا هیچ کس. اصل شماره 2، شما میتونین تصویر رو نشون بدین اونجا بهشون. اصل شماره 2، درگیری، اجتناب از درگیری شخصی علارغم اختلاف سلیقه. اصل شماره 3، احترام به سلایق و علایق همدیگر. گذاشتم توی هم کانال خودمون اصل شماره 3، احترام به علایق و سلایق یکدیگر. اصل شماره 4، امانتداری و رازداری نسبت به یکدیگر، مجموعه و اصول. ببینید اینا اصول استراتژیک راهروبیه. حالا شما تا همین شماره 4ش داشته باشید، حفظ وحدت، همه یا هیچ کس، اجتناب از درگیری شخصی علارغم اختلاف سلیقه، احترام به علایق و سلایق همدیگر، شماره 4 که در مورد رازداری و امانتداریه که شما دیدید که اینا چجوری چت شخصی وایسی که یکی با یکی دیگه صحبت کرده رو توی یک سایت با اسم و فامیل آدم میارن بالا. شماره 5، اصل براءت جمعی، هیچ کس در میزان اتهامی نیست. شماره 6، اجتناب از ارزیابی و ریزبینی در کار دیگران. شماره 7، اصالت خودجوش بودن و ذوقی بودن عمل کرده افراد. شماره 8، ترک هر عملی که به اصول خدشه وارد کند. شماره 9، اصل عدم فشار، مؤاخذه، تشویق و تنبیه یکدیگر. پیدا کردی؟ گذاشتی؟ من نمیدونم دوستان میبینید الان؟ دو لایو بعدی حتما بررسی میکنیم این اصول رو، وقت نشد امشب. شماره 7، اصالت خودجوش بودن و ذوقی بودن عمل کرده افراد. شماره 8، ترک هر عملی که به اصول خدشه وارد کنه. شماره 9، اصل عدم فشار، مؤاخذه، تشویق، تنبیه. 10، اولویت حیات بخشی، پرانتز همدلی جمعی. 11، اصل احترام به انسانیت و جلب رضایت همه. 12، همه فعالیت ها باید به تشعشع مثبت ختم شود. دوستان این شماره 12 خیلی مهمه. در سالایی که استاد زندان بودن ما خیلی این اصول رو بهش سعی کردیم پایدار باشه. مثلا همین شماره 12 که بنا به هر قیمتی ما وارد یه سری مسائل نباید بشیم، باید فعالیت های ما به تشعشع مثبت ختم بشه. شماره 13، اصل مجاهده در رعایت اصول. 14 هم که اصل زیبای، اصل عاشقی، خمیرمایه تمام ماجراها عشق است. این اصول استراتژیک راهروی هستش که 14 اصل نوشتم. بعدا حالا با هم دیگه مطالعه میکنیم. 2 ساعت شده لایو. من خواستم براتون مدارک این رو بذارم که ببینید پیج ما
علارغم دروغ برادران سپاهی آزمی خواب به دلیل کپی‌رایت روی مطالب استاد بسته نشده، به کپی‌رایت فیک خورده، ولی چون وقت نیست من براتون میذارم توی کانال تلگرام همین الان که تمام شد شما میتونید برید ببینید. ضمن اینکه من دارم باز تاکید میکنم راه ارتباطی ما تلگرام، ما رو کانال تلگرام داشته باشید. ممکن هست که همین کانال یوتیوب ما هم فردا بیاید ببینید نیست، اگر که بسته بشه ما لایو استریممون رو توی خود کانال تلگرام میریم. ما اونجا 14 تا فالوور داریم، خودمون اونجا انجام ندادیم، ولی داشته باشید اونجا ما رو، چون از اینا همه چی برمیاد. اگر یادتون باشه توی اعتراضات سراسری صفحه گوهر عشقی مادر ستار بهشتی رو اینستاگرام بست، مادر جاویدان ستار بهشتی. دلیلش چی بود؟ دلیلش همین مسئله‌ای که جمهوری اسلامی دیگه اینو همه میدونی کاملا تداخل دست داره، دخالت داره توی اینستاگرام. خیلی ممنونم از حضورتون، لطفا این لایو رو لینکش رو پخش بکنید، دعوت کنید بقیه رو ببینن. ما فقط میخواییم که همه محقق باشن، به قول آقای ولیپور آخر همه لایو هاشون میگن که محقق باشیم. صحبتاتون و سوالاتتون رو توی کامنت ها با ما در میون بذارید. همتون رو به خدا میسپارم، براتون طلب خیر دارم، منتظر فیدبکاتون هستم. ضمناً یک مسئله خیلی مهم یادم رفت بگم دوستان، ما لایومون رو شما هم اونجا اگه میشه اون زیر بنویسید، ما روز لایومون رو تغییر میخواییم بدیم به جمعه ها. این هفته چون اطلاع رسانی از قبل نکرده بودیم تغییر ندادیم. لایو ما هفته از هفته دیگه جمعه ها هست، ساعت 8:30 به وقت ایران، و هر جمعه در خدمت شما هستیم. سعی کردیم زمانش رو یکم کم کنیم که راحت تر باشید. 3 ساعت به نظرمون طولانی اومد. امیدوارم که روزگارتون خوش باشه، سلامت باشید. خیلی ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.